بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه های سعودی گزارش دادند که بارش شدید باران در منطقه مشعر منا در مکه باعث جاری شدن سیل شده است. این منطقه که برای زائران حج اهمیت مذهبی دارد، تحت تأثیر بارندگی ها قرار گرفته، اما هیچ خسارت جانی یا مالی ثبت نشده است. مقامات سعودی به شهروندان هشدار دادند که از اماکن خطرناک دوری کرده و فقط در مواقع ضروری از خانه خارج شوند. مسجد ملک صالح ایوب در منصوره مصر با خدمت 775 سال تنها اثر باقی مانده از دوره ایوبیان در این شهر است. اطلاعات متناقضی درباره سازنده آن وجود دارد. برخی آن را به سلطان صالح ایوب و برخی به هواداران او نسبت می دهند. مسجد در حادثه بمبگذاری سال 2013 میلادی آسیب دید و پس از مرمت مشخص شد که در فهرست آثار باستانی ثبت نشده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که سودان جنوبی اکنون میزبان بیش از نیم میلیون پناهنده در 30 نقطه عمدتاً در کمپ‌های مابان، جامجانگ و دوویل و گورم میباشد. این رقم از 2023 دو برابر شده و تأثیر بحران در منطقه را نشان می‌دهد. ماری هلن ورنی تأکید کرد که توقف درگیری در سودان تنها راه حل این وضعیت است. موفقیت حزب راست افراطی آزادی FPO در انتخابات اتریش باعث نگرانی مسلمانان از اخراج احتمالی شده است. رهبران مسلمان هشدار دادند که سیاست این حزب در اخراج مهاجران ممکن است به قانون تبدیل شود. حزب آزادی قصد دارد مهاجران غیرقانونی را اخراج کرده و مرزها را به روی پناهجویان ببندد. پارلمان اروپا روز گذشته با اکثریت قاطع قطعنامه اضطراری درباره آزار و اذیت اویغورها توسط چین تصویب کرد. این قطعنامه چین را به آزادسازی فوری بازداشت شدگان از جمله الهام تورتی و گلشن عباس ملزم می‌کند و اقدامات چین را جنایت علیه بشریت و خطر نسل کشی می‌داند. دولت چین این اتهامات را رد کرده است. عفو بین الملل اعلام کرد که قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل نتوانسته به بحران حقوق بشر در افغانستان پاسخ دهد و طالبان به سرکوب حقوق مردم ادامه می دهد. این سازمان هشدار داد که کاستی های موجود در این قطعنامه فعالان مدنی و زنان مدافع حقوق بشر را ناامید می کند. سازمان ملل درخواست نمایندگی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را رد کرده و افغانستان به مدت یک سال دیگر از این حق محروم می شود. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان، این تصمیم را به ملاحظات سیاسی کشورهای منطقه نسبت داد، اما نامی از هیچ کشور خاصی نبرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که محدودیت‌های طالبان به ویژه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مشکلات روحی و روانی زنان و دختران را تشدید کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان گفته که از هر 5 نفر در افغانستان یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد و آمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته است. گزارش انجمن هیومانا نشان می‌دهد که تجارت پوشاک دست دوم تاناکورا می‌تواند به رونق اقتصاد آفریقا و اروپا کمک کند و در عین حال به کاهش تغییرات اقلیمی نیز کمک نماید. این بازار که از دهه 70 رشد کرده، اکنون به مردم این قاره و این قاره‌ها اجازه می‌دهد تا با خرید لباس‌های دست دوم برای خرید خانه یا راه‌اندازی تجارت خود پسنداز کند. سازمان ملل اعلام کرد که پس از کمپین پایان دادن به بی‌تابعیتی، بیش از نیم میلیون نفر تابعیت دریافت کردند.
آژانس پناهندگان بی‌تابعیتی را نقض بزرگ حقوق بشر دانسته و 20 کشور قوانین خود را بهبود بخشیدند. با این حال هنوز افرادی به دلیل تبعیض‌ها و نقض قوانین تابعیت ندارند. روز جهانی بینایی برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت سلامت چشم برگزار می شود. در آفریقا حدود 100 میلیون نفر با مشکلات بینایی مواجه هستند. جامعه نابینایان به سه چالش اصلی اشاره می کند. مقابله با انگهای اجتماعی، تضمین ارث خانوادگی و یافتن شریک عاطفی. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی‌های گازدار و قهوه احتمال سکته مغزی را 22% افزایش می‌دهد. در مقابل چای می‌تواند نقش محافظتی ایفا کند و مصرف روزانه 3 تا 4 فنجان چای سیاه ساده خطر سکته را 29% کاهش می‌دهد. همچنین مصرف بیش از 7 لیوان آب در روز این خطر را 18% کاهش می‌دهد.